نود جدید هم مجوز نگرفت. پخش فوتبال 120 در حاله از اپام. با سلام خدمت همراهان کانال چلتیکه، با یک ویدیو دیگه در خدمتون هستیم. امیدوارم ما رو همراهی کنید و با سابسکرایب و لایک و کامنت ما رو دلگرم به ادامه فعالیت کنید. موضوع این ویدیو همونطور که از تیترش پیداست در رابطه با عادل فردوسی پور و عدم مجوز برنامه جدید شنی 99 هست که امروز اتفاق افتاد و ما در این ویدیو به جزئیاتش میپردازیم. در حالی که بسیاری منتظر بودند تا عادل فردوسی پور با برنامه 99 به فضای اجرا بازگرده و از طریق یک برنامه اینترنتی 90 جدیدی راه بندازه، اما صبح امروز اعلام شد که برنامه 99 به تهیه کنندگی و اجرای عادل فردوسی پور که مجوز خودش رو از سوی وزارت ارشاد هم گرفته بود، نتونست از ساترا، سازمان صوت و تصویر فراگیر که زیر مجموعه سلوسیماس، مجوز دریافت کنه. در واقع این نهاد با مجوزهای خاص چند وقتی که به وجود اومده و هدف اون نظارت، کنترل و سانسور برنامه‌های سینمای خانگی و وی او دی هایی مثل سایت فیلیمو. این تازه ترین خبر در رابطه با برنامه 99، برنامه‌ای در ژانر مستند ورزشی که قرار بود با شروع لیگ برتر در آبان 99 از طریق فضای مجازی پخش بشه. برنامه‌ای که همین چند روز قبل هم نزدیکای عادل وعده داده بودن که به زودی پخش میشه، اما گویا امکان پخش زنده این برنامه وجود نداره چرا که مجوزش صادر نشده. ظاهرا به نظر میرسه که ساترا مجوز پخش زنده این برنامه رو نداده و اعلام کرده که عادل فردوسی پور باید برنامه ضبط شده داشته باشه و از اونجایی که اون احساس میکنه که برنامه ضبط شده اون تاثیرگذاری روی مخاطب و فوتبال ایران نداره، قید این موضوع رو فعلا زده. اما عادل فردوسی پور که به طور کلی از مصاحبه فراریه، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگارای خبرگزاری‌ها درباره برنامه جدیدش حاضر به پاسخگویی نشد و به گفتن جمله معروفش یعنی نو کامنت، همون نظری ندارم، بسنده کرد. حتی با اون درباره پخش شدن یا پخش نشدن برنامه فوتبال 120 از شبکه ورزش هم صحبت شد و سوال شده که آیا این برنامه از شبکه ورزش پخش میشه یا نه، که اون دوباره از نو کامنت استفاده کرد. اما از طرف دیگه بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی که چند وقت پیش با محمود احمدی نژاد هم مصاحبه داشت، در توییتر خودش نوشته برنامه عادل فردوسی پور به همان دلیل از ساترا مجوز نگرفته که کنسرت‌های آنلاین دیگر مجوز نمی‌گیرند. مخالفت صدا و سیما با نشان دادن ساز یا به قول معاونت کاربران ساترا، شرط طرح برنامه‌ها در شورای موافقت کلی انتشار، عدم وجود موانع حقوقی، قضایی و امنیتی است. هرچند از اظهار نظر علی سعد، معاونت کاربران ساترا، چیز زیادی رو نمیشه متوجه شد و در واقع جملات بسیار مجهول و حقوقی رو بیان کرده، فکر میکنم خودش و دوستانش بیشتر متوجه این موضوع میشن، اما با توجه به توییت بهمن بابازاده و صحبت‌های چند تن از فعالان موسیقی، اینطور به نظر میرسه که در برنامه جدید عادل فردوسی پور موسیقی زنده و ساز و نوازنده وجود داشته. همونطور که میدونید این موضوع خط قرمز صدا و سیماست و به همین بهانه فعلا مجوز اجرای زنده برنامه جدید عادل فردوسی پور صادر نشده. چیزی که این ماجرا رو بیشتر پیچیده میکنه، صحبت‌های عادل فردوسی پور در مراسم مجازی انجمن دانشگاه سنتی شریف یعنی سوتا هستش، که عادل همین چند روز پیش برنده جایزه دستاورد فارغ التحصیلان این دانشگاه در سال 2020 یا همون جایزه سوتا شد. عادل فردوسی پور در حاشیه این مراسم که البته به صورت اینترنتی و به شکل آنلاین برگزار شده بود، صحبت‌هایی در رابطه با رفتن یا عدم رفتن دانشجویان و در واقع نخبه‌های کشور کرد که برای خیلی‌ها این سوال رو به وجود آورد که آیا فردوسی پور در فکر مهاجرت یا نه، که حالا عدم مجوز برنامه 90 و گفته‌های فردوسی پور رو وقتی در کنار هم می‌ذاریم متوجه می‌شیم که عادل در شرایطی قرار داره که حداقل میشه گفت به مهاجرت داره فکر می‌کنه. خب بریم صحبت‌های عادل فردوسی پور رو در مراسم سوتا در مورد همین موضوع ببینیم و برگردیم. آقای دکتر فردوسی پور، تبریک عرض میکنم خدمتتون، ما در خدمت شما هستیم. سلام، خیلی خوشحالم که این رو به من لطف داشتید. شما تشکر ویژه از همه عزیزانی که این افتخار رو به من دادن و من رو انتخاب کردن. من قبل از اینکه صحبت همون شروع کنم جا داره تسلیت بگم در گذشته استاد محمد رضا شجریان عزیز، میدونم هممون الان ناراحت هستیم از اتفاق بسیار تلخی که برای استاد شجریان رخ داد.
ولی این مهر و محبتی که مردم نثار استاد شجریان کردن و میکنند و خواهند کرد نشون میده که به هر حال علیرغم تمام محدودیت هایی که بودشون همیشه یه جایگاه مانا در قلب و دل تمام ایرانیان داره. خیلی خوشحالم که تو روزهایی که به هر حال اتفاقات خیلی خوبی واسه من رخ نمیداد، این اتفاق گرفتن جایزه از سوتا و دانشگاه صنعتی شریف برای من خیلی ارزشمنده. یه نکته ای که حالا من دوست دارم بهش اشاره کنم، من همیشه سر کلاسام حالا بچه‌ای که حالا فکر کنم بچه‌ای صنایعی که الان دارن میبینن یا بعداً میبینن میتونن بیان بعداً شهادت بدن، همیشه یه صحبتی که مطرح بود یه فری دیسکشن که من میذاشتم راجع به برین درین بود، به بچه‌ها میگفتم آقا خانم دارید مملکت رو ترک نکنید بمونید اینجا مثل آقای جلیل خان و تمام دوستان که ایرانو گذاشتن رفتن و اتواس افتخار ما هستن، شما ایرانو رها نکنید مثل من و مثلا دکتر دوربی و خانم نادری و اینا، بمونید اینجا تلاش کنید بجنگید که مملکتمون رو بسازیم. و همیشه یه دیبیت واقعا همیشگی بوده برای من. بهمن 97 که ترم جدید شروع شد من اینو مطرح کردم سر با بچه کلی جد و بس آب بمونید و فلان رو واسه میخوای برید دو حالا رفتید بیا دقیقا برگردید و نهید اونجا موندگار بشید و بمونید مملکت رو بسازید. در این صحبت ها اسفند 97 منو گذاشتن کنار به اون شکل عجب و غریب و بدون هیچ توضیح بدون هیچ واقعا دلیل موجه منو گذاشتن کنار و عید شد و فروردین اولین کلاس توان 14-15 فروردین بود دوباره سر کلاس بچه ها گفتن استاد شما که میگفتید بمونید مملکت بسازید، شما که موندی 20 سال کار کردی 20 چند سال کار کردی 20 سال برنامه داشتی چی شد الان حرفت چیه؟ و چیزی نداشتم بگم راستش. امیدوارم یه بستر فراهم بشه که همه کسایی که دوست دارن کشورشون رو این میهنشون دوست دارن بتونن کار کنن فعالیت کنن در حوزه‌ای که دوست دارند. و بازم من صمیمانه تشکر میکنم از همه عزیزانی که منو لایق گرفتن این جایزه دونستم، برام خیلی ارزشمنده، خیلی مایه مباهات من این جایزه که به من دادید و سعی میکنم در واقع تلاش کنم که نشون بدم شایستگی و لیاقت گرفتن این جایزه رو داشتم. خب ما هم از طرف بچه های کانال چلتیکه آرزوی موفقیت و بازگشت دوباره عادل فردوسی پور به حوزه رسانه و ورزش داریم و مثل همه طرفدارای فوتبال دلمون برای برنامه های عادل فردوسی پور و خودش تنگ شده و آرزو داریم که شرایطی فراهم شه که هرچه سریعتر دوباره به آنتن زنده برنامه های تلویزیونی برگرده تا همه فارسی زبان های فوتبال دوست بتونن یک بار دیگه از برنامه های هیجان انگیزش لذت ببرن. در پایان هم یک بار دیگه ازتون تقاضا داریم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید اونو لایک کنید، همچنین اینستاگرام ما رو فراموش نکنید که همیشه با جدیدترین اخبار با شما هستیم. همراهان کانال چلتیکه تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.